از هر سه سودانی فقط یک نفر هنوز به سیستم بهداشتی دسترسی دارد. همچنین در مناطق درگیری 70-80% بیمارستان‌ها دیگر فعالیت نمی‌کنند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. سازمان پزشکان بدون مرز MSF دوشنبه 1 مرداد 22 جولای با انتشار گزارشی درباره سودان گفت زخم‌های جسمی و روحی ناشی از خشونت‌ها در سودان با فروپاشی نظام بهداشتی و فقدان پاسخگویی انسانی بین‌المللی تشدید شده است. این گزارش از گستره عظیم خشونت علیه مردم غیر نظامی خبر داد و گفته که در این کشور آفریقایی تقریباً هیچ حفاظتی برای مردم در برابر حملات خودسرانه، قتل، شکنجه و خشونت جنسی وجود ندارد و در این رابطه هم ارتش سودان و هم شبه نظامیان پشتیبانی سری را مسئول آن دانسته است. در سراسر سودان دسترسی مردم به مراقبت‌های پزشکی نجات بخش به دلیل کمبودها، موانع گسترده و غارت تجهیزات پزشکی، ناامنی و حملات به بیماران و کادر پزشکی و همچنین آسیب به زیرساخت‌های بهداشتی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. سازمان پزشکان بدون مرز نیز نیروهای مسلح سودان و شبه نظامیان پشتیبانی سری را به بی‌توجهی آشکار نسبت به جان انسان‌ها و قوانین بین المللی متهم کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز تأکید کرد که در اردوگاه‌ها و محل‌هایی که پناهندگان و آوارگان برای امنیت به آنجا پناه بردند، بیماران روایت‌های وحشتناکی از رفتار غیر انسانی و خشونت مسلحانه بر غیر نظامیان بازگو کردند. این سازمان از نیروهای درگیر خواسته است که حملات به مناطق مسکونی را متوقف کنند و اجازه عبور ایمن به غیر نظامیان را بدهند و زیرساخت‌ها را از تخریب و غارت بیشتر محافظت کنند. سازمان‌های امدادرسان غیر دولتی و سازمان ملل در هفته‌های اخیر درباره مهاجرت دست جمعی مردم از سودان به کشورهای همسایه هشدار دادند. میلیون‌ها نفر در سودان بر اثر درگیری‌ها در این کشور مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و تقریباً 25 میلیون نفر از مردم سودان به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در این زمینه گفته که خطر قحطی در سودان رو به افزایش است و ارسال کمک‌ها در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.